پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات. اساس از ظلم و جور میگه یعنی چی؟ میگه یعنی یهود. میگه که دو بار فتنه بنی اسرائیل، امام صادق میفرماد به قتل علی و قتل الحسین، میگه امام علی و امام حسینتون هم اینا کشتن. دست شمر تو میبینی، فرمان اون داد. بعد برات سوال میشه، میری تحقیق میکنی، میبینی ای روزی که امیرالمومنین ضربت خورد اون لحظه حضرت فرمود فوس و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم، پسر زن یهودی رو بگیرید. یه جا دیگه هم بهش میگه، میگه پسر زن یهودیه، تو کسی هستی که ریش منو به خون سرم خضاب میکنی؟ چرا کد داری میدی مادرش یهودیه؟ چون در یهودیت نسب از چی منتقل میشه؟ مادر. تورات بخونی؟ تورات بخونی؟ میگه و خداوند در شمال فرات قربانی دارد. کتاب نبوئید حیلت سالها قبل از به دنیا آمدن پیامبر از کتب یهوده، میگه سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات. کنار رود فرات ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از میان خیمه های رنگارنگ بیرون میکشند و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدهند. استخوان های سینه ای که در زیر سم اسبان شکسته خواهد شد. نحر يضوي الكون مناحر ناتبها على الخدين بن عبده هذا اللي كتبنا أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا عبدنا الله وياه وبدمنا فدينا وعلى وعدنا اليوم أبو اليمة جينا إلى زوار بالفطرة وبالفطرة عشقنا أبد حسینا. همین چی شد؟ این کدا رو داشتن که برن به امام حسین کمک کنن، با همون کدا ابو عبدالله زدن. کی بود عاملشون؟ سرجان. شما معاویه میبینی، یزید میبینیم، یزید ابن معاویه. جسارتا من یزید پسر میسونه میبینم، مادر یزید میسونه کیه؟ باباش مسیحیه، مادرش یهودیه. یزید تحت تربیت دایی‌های یهودیش بزرگ شد. خود معاویه گفت حسین رو کاری نداشته باشی باش. میدونید دیگه وصیت معاویه بود. با حسین کاری نداشته باشی. اونا گفتن بزن. ابن زیاد مستقیم رابطه داره با سرجان. بهش گفته بودن، گفته بودن ببین هم حسین رو میزنی، هم ما داریم بعدیشون علیه، اونم باید بزنی. برای همین نه به اکبرش رحم کردن نه به اصغرش. بپرس چرا علی اکبر رو اربن اروا کرده. میخواست مطمئن بشه کار تموم. برای سوال باشه چرا ابن زیاد وقتی آقا علی ابن الحسین امام سجاد رو میبینه تعجب میکنه، میگه تو کی؟ میگه علی ابن الحسین. میگه ما که علی ابن الحسین رو کشتیم که، یعنی به صورت ویژه یادشه که این آدم بعد میزده. برید ببینید چرا نقل میشه که آقا رسول الله را یهود به شهادت رسوند. چرا در بین این همه آدم اسندی ابن شهاک زندانبان یهودی موسی ابن جعفر رو به شهادت رسوند؟ میدونید چرا؟ چون اونها میدانند آن فرد وعده داده شده از همین نسل. چون اونها میدانند آن فرد وعده داده شده از همین نسل.
در خودم گم شده ام، آه بگو راه کجاست، خسته ام از شب پر ابر، بگو ماه کجاست. در پی دوست به کوی دگران میگردم، یار در خانه و من گرد جهان میگردم. ای خوشانها که دمی لایق دیدار شدن، که به خال لبت ای دوست گرفتار شدن. دل پر زخم زمین گفته کسی میآید، زده فریاد که فریاد رسی میآید. ساقی از عهد و قراری از علی برگشته، پسر فاطمه با تیغ علی برگشته. میرسد منتقم خون خدا بسم الله، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. بعد قد قامت مهدی چه نمازی بشود، دل و دل دار عجب راز و نیازی بشود.